خانم‌ها آقایان، اگر که دوستی در سالن بیرون مونده، خواهش میکنم تشریف بیارین که برنامه صبح رو شروع بکنیم. صبح بخیر. من هومن سرشار هستم. به سومین جلسه سخنرانی بین‌المللی مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایران خوش آمدید. ما برای شما برنامه‌های خیلی خوبی تهیه دیدیم امروز که با سخنرانی آقای منشم میر امروز صبح شروع میشه. قبل از شروع برنامه چند نکته هست که میخواستم حضورتون برسونم. اولین که همونطور که میدونین، اگر که کتاب ها دفترچه های برنامه دستتون باشه، بعد از سخنرانی آقای منشه امیر، دکتر لیا بیر will be speaking for us this morning after Mr. Menashe Amir on the continuity and change, new opportunities in a traditional setting. سخنرانی ایشون رو ما سعی میکنیم که طرف ساعت 11:30 شروع بکنیم. بعد از سخنرانی ایشون قرار بود که آقای داوود ادهمی تشریف بیارن برای ما در مورد شخصیت پرسش انگیز موسیو شموئیل حییم صحبت بکنن، که متاسفانه همونطور که دیروز خدمتتون عرض کردیم به خاطر ناخوشی که برای ایشون به وجود اومده ایشون نتونستن تشریف بیارن. لطف کردن سخنرانیشون رو فرستادن و یکی از اعضای هیئت امنا، احتمالاً خود من امروز صبح در خدمتتون هستم که این سخنرانی رو باهاتون در میون بذارم. بعد از سخنرانی مدت 1 ساعت یا 1.5 ساعت تنفس داریم. بعد از تنفس 3 دوره سخنرانی دیگه داریم که برنامه بعد از ظهر امروز ما هست. اولین سخنرانی بعد از ظهر ما بعد از نهار سخنرانی آقای دکتر احمد مهراد هست که در مورد سرنوشت یهودیان ایرانی طی جنگ جهانی دوم در اروپا صحبت خواهند کرد. بعد از ایشون آقای دکتر عدنان مزارعی در مورد حزب کبود و تاریخچه آن صحبت خواهند کرد. و سومین سخنرانی بعد از ظهر ما توسط آقای آریا لوین در مورد حبیب القانایان و جامعه یهودی ایرانی خواهد بود. بعد از آن مجدداً 2 ساعتی تنفس داریم تا برنامه شب شروع بشه. برنامه شب ما یک فیلم مستند 1 ساعته از یهودیان ایرانی درست کردیم. یکی از همکاران ما آقای بهمن مجلل تشریف بردن ایران، مقدار زیادی فیلم گرفتن از اینها. ما اینو یک فیلم مستند خیلی خوب درست کردیم ازش. دوستانی که دیشب تشریف داشتن فرصت داشتین که چند دقیقه از اون رو ببینیم. بعد از اون هم آقای دکتر ویلیام رویس در مورد خاطره‌های خودشون صحبت خواهند کرد و مقدار زیادی خاطره‌گویی داریم که متاسفانه لیست اون دوستان الان دست من نیست. یه ذره سرم شلوغه، حافظه‌ام هم از دست دادم، اسمشون هم نمیتونم یاد بیارم، ولی خواهش میکنم تشریف بیاریم. مسئله دیگه که میخواستم باهاتون در میون بذارم اینه که ما کتاب جلد دوم کتاب یهودیان در تاریخ معاصر ایران رو به چاپ رسوندیم. ما برای انتشار این کتاب خیلی زحمت کشیدیم، هم جلد اولش هم جلد دومش. اینها کتاب‌های بسیار بسیار مفید، مهم و واجبی هستند. از شما خواهش می‌کنم دوستانی که این کتاب‌ها رو ندارین، خواهش می‌کنم از زحمات ما حمایت بکنین، یه جلد از این کتاب‌ها رو بخرین امروز. دوستانی که دارین یه جلد دیگرش بخرین، به دوست دیگرتون کادو بدین. البته به مشتریای ما کادو ندین، ما لازمه که این کتابا رو بفروشیم. اگر هم که مایل هستین، فکر میکنم که فکر خیلی زیبا و مفیدی باشه که اگر امکانشو دارین این کتابا رو بخرین و به اسم خودتون به کتابخونه‌های مختلف در سراسر امریکا هدیه بدین. این کتابها بسیار کتابهای مفیدی هست. مقاله‌هایی که در اونجا چاپ شده جای دیگه چاپ نشده، مسائل خیلی مهمی رو مطرح می‌کنیم و لازمه که این کتاب‌ها در کتابخونه‌ها باشه تا پژوهشگران در آینده بتونن به اونها
دسترسی داشته باشن و از اونها استفاده بکنن. مقداری هم بلیت لاتری داریم که باز هم اگر که از اینا خریداری بکنین از مرکز حمایت کردین و از حمایتتون بسیار ممنون خواهیم بود. و اما سخنرانی امروز صبح. آقای منشه امیر در سال 1939 در محله سرچال یهودیان تهران به دنیا آمدند. دوره ابتدایی را در دبستان نور و صداقت و دوره متوسطه را در مدارس اتحاد، کوروش و ادیب گذراندند. وی از سن 17 سالگی با مطبوعات ایران به همکاری مشغول شدند و از جمله در روزنامه کیهان در بخش اخبار خارجی به کار پرداختند. در سال 1959 آقای منشه امیر به اسرائیل رفتند و در دانشگاه عبری اورشلیم در رشته های علوم سیاسی و خاورشناسی به تحصیل پرداختند. در همان ماه‌های نخست ورود ایشان در رادیو اسرائیل به نوشتن برنامه و گویندگی مشغول شدند و از سال 1984 به ریاست بخش فارسی زبان رادیو منصوب گردید. همکنون متجاوز از 37 سال هست که ایشان در این رادیو به کار مشغولند. در طی این سالها آقای منشه امیر چندین کتاب و نشریه درباره ایران و یهودیان آن نگاشتند و مقاله های بسیاری در این زمینه به انتشار دادند. و از حدود 6 سال پیش تا به امروز مشغول نگارش نخستین فرهنگ فارسی، عبری، انگلیسی هستند که امید دیدار آن را ما همه داریم و از ایشون خواهش میکنم که تشریف بیارن و سخنرانی امروز رو آغاز بکنن. آقای منشه امیر. قبل از اینکه سخنرانی شروع بشه خدمتتون عرض کنم که ما بعد از سخنرانی تقریبا 1 ربع ساعت برای پرسش و جواب فرصت گذاشتیم. اگر که در اون زمان لطف بکنین دستتون رو بلند بکنین، ما یه میکروفون سیار اینجا داریم که میاریم خدمتتون، میتونین پرسشاتون رو با آقای منشه امیر در میون بذارید. خواهش می‌کنم. سپاسگزارم، روز شما بخیر. خیلی برای من لذت بخش و افتخارآمیز بود که شب گذشته در این مجمع حضور داشتم و نظم برنامه و کیفیت برنامه و طرز اجرای برنامه برای من بسیار لذت بخش و به نظر من بسیار تحسین برانگیز بود و یکی از جنبه‌های بسیار خوب شما یهودیان ایرانی عزیز مقیم لس آنجلس این همبستگی، وابستگی، همیاری و این واقعیت که هر فردی خودش رو ملزوم میدونه که بخشی از وقت و حتی سرمایه مالی خودش رو صرف خدمات اجتماعی بکنه و این واقعا برای من قابل تحسینه. من چون وقت خیلی محدودی دارم این از که از روی نوشته میخونم، با اینکه بیشتر ترجیح میدادم که شفاهی صحبت بکنم، ولی برای اینکه از چهارچوب وقت تعیین شده تجاوز نکنم و مطالب رو بتونم سیستماتیک بیان بکنم، این از که متن مطالب رو نوشتم و از روی اون برای شما میخونم. پیش از آن که آغاز سخن کنم میخواهم سپاس بگویم آنانی را که پایه‌گذار این بنیاد بوده و در برگزاری کنفرانس های سالیانه و دیگر تلاش هایی که هدف آن ثبت و نگاهداری تاریخ معاصر یهودیان ایران است سهیم بوده و هستند. ملت‌ها و اقوام با حفظ میراث‌های فرهنگی و تاریخی خود زنده‌اند و گردآوری تاریخ یهود ایران از آغاز تا کنون رسالتی بس دشوار است که کوشش بسیار می‌طلبد. موضوع سخنرانی من بررسی چهره یهودی در رسانه‌های گروهی ایران
از هنگام جنگ جهانی دوم تا به امروز است که موضوعی گسترده است و شایستگی آن را دارد که توسط پژوهشگران مورد بررسی آکادمیک قرار گیرد و آنچه من امروز میگویم بر پایه مشاهدات شخصی و پیگیری روزانه رسانه‌های گروهی قرار دارد. رسانه‌های گروهی به طور کلی بازتاب دهنده باورها و اندیشه‌های رایج در جامعه هستند و دست اندرکاران رسانه‌ای هر اندازه هم که بی‌طرف باشند از آنها تأثیر می‌پذیرند. همچنین رویدادهای سیاسی و اجتماعی کشور و نیز سیاست‌های جاری حکومت‌ها در برداشت‌ها و مواضع گزارشگران، نویسندگان و تهیه کنندگان تأثیری انکارناپذیر می‌گذارد. آزادی بیان نامحدود و یا به عکس سانسور و ایجاد دیگر محدودیت‌های مطبوعاتی نیز در آنچه انتشار می‌یابد دخالت جدی دارد. پایان جنگ جهانی دوم را از آن نظر به عنوان نقطه آغازین این بررسی گزیدم که به دنبال رویدادهای جهانی و کشوری دوران تازه‌ای برای مطبوعات ایران آغاز گردید که گرچه چند سالی بیشتر دوام نیافت ولی دوران آزادی سخن پس از سالهای اختناق مطبوعاتی بود. به طور کلی می توان گفت که چهره یهودی در آن سالها و تا اوائل دهه 60 میلادی از این عوامل عمده تأثیر پذیر بوده است. 1. باورهای مذهبی عامه شهروندان که نسبت به یهودی نظر خوشی نداشتند و او را تافته جدا بافته‌ای از دیگر انسان‌ها می دانستند. که دیگران در این زمینه سخن بسیار گفتند و در این سخنرانی کوتاه نیازی به بازگویی آنها نیست. 2. تبلیغات یهود ستیزانه دوران آلمان هیتلری که در ایران نیز تأثیراتی به جای گذاشته بود که جای پای آن در نوشته ها و اندیشه های روشنفکران ایرانی آن دوران نیز دیده می شود. 3. این واقعیت که در طول قرن 19 و سالهای نخستین قرن 20 کنسولهای خارجی به ویژه انگلیس و فرانسه خود را حامی اقلیت‌های مذهبی قرار داده بودند و اقلیت‌هایی که مورد انواع آزارهای حاکمین و یا متعصبین قرار داشتند حمایت بیگانه را جستجو می‌کردند و خواه و نخواه موجب تقویت اندیشه های یهود ستیزانه می شدند. چه ایران در طول زمان از دخالت قدرت های بیگانه به ویژه انگلیس رنج بسیار برده بود که برخی گرایش های پیش از جنگ به آلمان نازی رو در ایران واکنشی نسبت به این امر می دانند. مدت کوتاهی پس از پایان جنگ جهانی دوم عامل دیگری نیز به آنچه که گفته شد افزوده گشت. 4. مسئله فلسطین و مبارزه در راه تشکیل کشور اسرائیل و پس از آن جنگ استقلال که به آوارگی چند صد هزار عرب فلسطینی انجامید و منافعی که ایران در کشورهای عرب همسایه داشت و آن بر چهره یهودی آن گونه که در رسانه‌های گروهی ایران تصویر می‌شد تأثیر گذاشت. بدینسان می‌بینیم که در نخستین سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و انتشار عکس‌ها و گزارش‌های مربوط به جنایات نازی‌ها علیه قوم یهود، روزنامه‌های ایران نیز با در نظر گرفتن چند استثناء چهره مظلومانه‌ای از یهودی در گزارش‌ها و اخبار خود تصویر می‌کردند. ولی با شدت گرفتن نبرد ملی بین اعراب و یهودیان در فلسطین و به ویژه از نوامبر 1947 که مجمع عمومی سازمان ملل طرح تقسیم فلسطین به دو کشور یهودی و عرب را تصویب کرد و آغاز جنگ استقلال اسرائیل را به دنبال داشت
مطالب و اخباری در روزنامه‌های ایران انتشار یافت که چهره مثبتی از یهودی ارائه نمی‌داد و طرفداری آشکاری را از اعراب بیان می‌کرد. در این سال‌ها بود که برخی کتاب‌های یهود ستیزانه نیز که بر اساس کتاب جعلی پروتکل مشایخ صهیون تهیه گردیده بود با نام دنیا و یهود و اسامی دیگر انتشار یافت و چند بار تجدید چاپ شد. از دهه 50 میلادی به بعد چهره یهودی تا حدود زیادی در گرو نزاع اعراب و اسرائیل بود. در دوران نخست وزیری دکتر محمد مصدق و به ویژه در ایامی که آیت الله کاشانی تبلیغات گسترده آغاز کرد که با برخی اشاره های یهود ستیزان همراه بود، در برخی روزنامه های تهران و بیشتر از آن در شماری از روزنامه های شهرستان ها اخبار و مقاله های انتقادی علیه یهودیان انتشار می‌یافت. از نخستین سالهای دهه 60 میلادی که دوران انقلاب سفید آغاز گردید و همکاری‌های فنی و کشاورزی بین ایران و اسرائیل گسترش یافت، در تفسیرها و مقالات و گزارش‌هایی که در رسانه‌های گروهی ایران منتشر گردید، آشکارا بین یهودی و اسرائیلی تفاوت گذاشته شد. یعنی در حالی که اسرائیلی فردی مدرن و پیشگام در صنایع و پزشکی و کشاورزی تصویر می‌شد و دلاور مردی بود که از موجودیت کشور نوپای خود در برابر دست‌اندازی‌های همسایگان نامهربان دفاع کرده و پیروز شده بود، نام یهودی معمولاً در رابطه با برخی کجی‌ها و بزهکاری‌ها در عناوین خبری ذکر می‌شد. ولی روی هم رفته میتوان گفت که پرداختن مطبوعات ایران به یهود بسیار حاشیه‌ای بود. در دهه 70 تا هنگام برافتادن رژیم پهلوی کمتر مواردی دیده شد که مطالب منفی در روزنامه‌های پایتخت نسبت به یهودیان انتشار یابد. در این سالها برخی یهودیان سرشناس به تأسیس صنایع مهمی در ایران پرداختند و نقش مهمتری در اقتصاد کشور به عهده گرفتند که با چهره سنتی یهودی در باورهای اجتماعی تفاوتی آشکار داشت. علاوه بر این، ساواک مطالب منتشره در روزنامه ها را به دقت کنترل می کرد و از انتشار مطالبی که جنبه تحریک مذهبی یا قومی داشته باشد جلوگیری می نمود. ولی این کنترل تنگاتنگ نمی توانست از تبلیغاتی که در خفا به عمل می آمد و ظاهراً علیه رژیم پهلوی بود ولی همیشه رنگ تند یهود ستیزانه و ضد اسرائیلی داشت جلوگیری کند. همان گونه که یهود ستیزان در طول تاریخ هر پدیده منفی را به یهودیان نسبت دادند، آیت الله روح الله خمینی نیز از همان سالهای دهه 60 میلادی مسئله اسرائیل و یهود را به یک حربه تبلیغاتی علیه رژیم پهلوی مبدل ساخت تا از این راه بتواند افکار عمومی را در ایران برای تأمین هدفهای سیاسی خود تحریک کند. به عنوان مثال، وی در یک سخنرانی آتشین در دوم ماه مه 1963 در مسجد اعظم قم از جمله چنین گفت: آن روحانی گفته اسلام در خطر است از دست یهود. آقا، مگر شما یهودید؟ مگر مملکت ما مملکت یهود است؟ و در نطق دیگری در 9 سپتامبر 64 گفت: در 16 شهریور در تهران دروازه دولت یک بساطی یهودی ها درست کردند. 400-500 یهودی دزد دور هم جمع شدند و خلاصه ی حرفشان این بوده که یک شعاری برای یکی دادند: یک ملتی هستیم که
فاشی به یکی دادن، آن وقت نوشتن به اینکه مجد مال یهودیان است، یهود برگزیده خداست، ما ملتی هستیم که باید حکومت کنیم. که جمله آخر سخنان آیت الله خمینی الهام گرفته از ادعاهای دیرین یهود ستیزان است که میگویند یهود قصد سلطه‌گری بر عالم را دارد و در واقع اندیشه مرکزی کتاب جعلی پروتکل مشایخ صهیون را بیان میکند. بنابراین در سالهای دهه 70 و به ویژه در آخرین سالهای رژیم پهلوی 77-78 در حالی که در روزنامه‌های متعارف کشور تقریباً هیچ اشاره نامطبوعی به یهود و یهودیان نمی‌شد، در نشریات زیرزمینی و مطالب و شبنامه‌هایی که در مخالفت با رژیم به ویژه در شهر مذهبی قم انتشار می‌یافت و به خصوص در سخنرانی‌های آیت الله خمینی که به صورت کاست به ایران می‌رسید، گاه گاه حملات شدیدی علیه یهود یافت می‌شد. برخی دیگر از روحانیونی نیز که در ایران بودند، همسو با آیت الله خمینی خطبه‌های خود را به مطالب ضد یهودی آلوده می‌ساختند که یک نمونه آن سخنان فردی به نام آیت الله نوری است. از نام کامل او آگاهی ندارم، احتمالاً آیت الله آیت الله نوریه که امروز احتمالاً عضو مجلسه. نه ناطق نوری. بله آیت الله نوری اسم کوچیکش متاسفانه، که گویا چند ماه پیش از انقلاب در مسجد میدان ژاله ایراد کرده بود این سخنان رو. با به ثمر رسیدن حکومت اسلامی در ایران، عامل چهارمی که در بالا آوردیم یعنی نزاع اعراب و اسرائیل و مسئله فلسطین به عامل اصلی حملات یهود ستیزانه رسانه‌های گروهی حکومت ایران علیه یهود مبدل گردید و در واقع رسانه‌ها بازتاب دهنده سخنان سران رژیم و بیان کننده مواضع آنها علیه یهود بودند. آیت الله خمینی در کتاب‌ها و خطبه‌ها و سخنرانی‌هایش بارها به یهودیان صفات ناشایستی را نسبت داده و توهین‌های ناروایی به آنها وارد ساخته بود. من تصور می‌کنم که سخنرانان سمینارهای پیشین تاریخ شفاهی یهودیان ایران و یا مجامع دیگر این موضوع را مورد بحث قرار دادند و در فرصت کمی که در اختیار دارم نمی‌خواهم به بررسی دنیای تصورات و تخیلات آیت الله خمینی نسبت به یهود و یهودیان بپردازم، ولی برای شناخت شیوه‌هایی که رسانه‌های گروهی حکومت در 18 سال گذشته در مورد یهود در پیش گرفتند، دست کم ذکر یک نمونه را ضروری می‌دانم. آیت الله خمینی در مقدمه کتاب ولایت فقیه که بعدها با نام حکومت اسلامی بارها تجدید چاپ شد می‌نویسد نهضت اسلام در آغاز گرفتار یهود شد و تبلیغات ضد اسلامی و دسائس فکری را نخست آنها شروع کردند و به طوری که ملاحظه می‌کنید دامنه آن تا به حال کشیده شده است. بدینسان در حالی که از جنگ جهانی دوم تا برافتادن رژیم سلطنتی در ایران رسانه‌های گروهی یا به یهودیان نمی‌پرداختند و یا از یهودیان برجسته جهان مانند اینشتین و یهودی منوهین با تحسین سخن می‌گفتند و خدمت یهود به فرهنگ و بشریت را مورد تقدیر قرار می‌دادند و تنها در موارد نادری دیده می‌شد که از متخلف یا بزهکاری با عنوان یهودی یا کلیمی در روزنامه‌ها نام می‌بردند، از هنگام به قدرت رسیدن حکومت اسلامی حمله به یهود
به صورت یکی از شیوه های ایدئولوژیک، استراتژیک و تاکتیک رژیم درآمد که توضیح کوچکی رو درباره آن لازم می‌دانم. یک، ایدئولوژیک. اندیشه های مذهبی حکومت یهودیان را موجوداتی حقیر می‌داند و حتی اگر در اسلام و مذهب شیعه یهودیان به عنوان اهل کتاب مورد احترام و دارای حقوقی هستند، از نظر پایه‌گذار حکومت اسلامی در ایران یهودیان امروز همان پیروان واقعی موسی کلیم الله نیستند و از راه او منحرف شدند. آیت الله خمینی در نخستین سال به دست گرفتن قدرت هنگام دیدار با نمایندگان دیپلماتیک کشورهای خارجی با بیان این موضع که یهودیان امروز یهودیان واقعی نیستند و از تعلیمات مذهبی موسی کلیم الله منحرف شدند، مسیحیان امروز رو هم در کنار یهودیان متهم ساخت که از تعالیم عالیه حضرت عیسی مسیح منحرف شدند. از دیدگاه آیت الله خمینی و به پیروی از تز کتاب جلی پروتکل مشایخ صهیون، یهودیان قصد تسلط بر دنیا و برقراری یک حکومت جهانی را دارند. او در این باره می نویسد: یهودی ها و پشتیبانان خارجی آنها کسانی هستند که با اساس اسلام مخالفند و می خواهند حکومت یهود در دنیا تشکیل دهند. دو، استراتژیک. غایت آرزوی آیت الله خمینی احیای خلافت اسلامی این بار به رهبری شیعیان می باشد و در این راستا می بینیم که حکومت اسلامی هنوز رهبر خود را ولی امر مسلمانان جهان می خواند و اتحاد جهان اسلام به رهبری خود را بزرگترین هدف می داند. وجود کشور مستقل یهود، آن هم در خاک فلسطین، آن هم با سیادت بر اورشلیم نخستین قبلگاه مسلمانان و مسجد الاقصا مقدسترین مکان اسلامی پس از کعبه، مانع رسیدن به این هدف است، به ویژه آن که از دیدگاه وی میخواهند حکومت یهود در دنیا تشکیل دهند و بنابراین باید چنین رقیبی را از سر راه برداشت. سه، تاکتیک. از دیدگاه سران حکومت اسلامی، اندیشه های یهود ستیزانه و تبلیغات ضد سیونیستی و ضد اسرائیلی بهترین و شاید تنها حربه است که میتواند کشورهای اسلامی را به دور پرچمشان گرد آورد و موجب اتحاد مسلمانان جهان و پذیرفتن رهبری آنان گردد. در چنین وضعی رسانه‌های گروهی رژیم به خود اجازه می‌دهند آزادانه مطالب یهود ستیزانه منتشر کنند و انواع صفات ناروا را به یهود نسبت دهند، تا آنجا که یهودیان مقیم ایران که نمی‌دانم چرا از سال‌ها پیش آنان را کلیمی می‌خوانند و از بکار بردن نام یهودی در مورد آنان ابا می‌شود، بارها و بارها به مقامات شکایت برده و خواستار قطع این گونه حملات شدند. پیش از آن که به حملات مستقیم یهود ستیزانه در رسانه ها اشاره کنیم، باید بگوییم در حالی که آیت الله خمینی و پیروان او تا پیش از آن که به قدرت برسند لبه ی تیز حمله را مستقیماً متوجه یهودیان می ساختند، از انقلاب به بعد راه احتیاط در پیش گرفتند و به جای یهود از واژه هایی چون صهیونیست ها و رژیم اشغالگر قدس استفاده می کنند، زیرا بیم دارند که سازمان های حقوق بشر و حکومت ها و کشورهای جهان آنان را به علت تهاجمات یهود ستیزانه نکوهش کنند. در آرشیو من طی سالهای اخیر نمونه های بسیاری از مطالب روزنامه ها، نشریات، کتاب ها و برنامه های تلویزیونی و تفسیرهای رادیویی و همچنین بیانات و خطبه های سران
و بلند پایگان حکومت اسلامی انباشته شده که ماهیت یهود ستیزانه آشکار دارد و من در سخنرانی امروز تنها به ذکر نمونه های معدودی از این گونه موضع‌گیری هایی که ظاهراً علیه سیونیزم و کشور اسرائیل بوده بسنده می کنم. روزنامه جمهوری اسلامی در مقاله اساسی 18 مارس 93 خود تحت عنوان صهیونیسم یک خطر جهانی ابراز عقیده می کند که صهیونیسم بین الملل در همه رویدادهای جهانی نقشی آشکار یا پنهان دارد و در هر کانون بحران جهانی انگشت آن دیده می شود. همین روزنامه در مقاله دیگری 2 نوامبر 93 ادعا می کند که صهیونیست ها در پشت همه اتهاماتی قرار دارند که در رسانه های گروهی جهان در مورد تروریسم پروری حکومت اسلامی ایران انتشار می یابد و ما بارها این ادعا را از زبان سران حکومت و رسانه های گروهی آن شنیده ایم که آژانس های خبری بزرگ جهان و همه روزنامه های معروف دنیا متعلق به یهودیان است و یا توسط آنان اداره می شود. عنوان تسلط صهیونیسم بر رسانه های گروهی جهان، به عنوان مثال رجوع کنید به سلسله مقالاتی که در روزنامه رسالت ارگان جناح مذهبی محافظه‌کار با عنوان تسلط صهیونیسم بر رسانه های گروهی جهان انتشار یافت و از جمله در آن گفته شد که در 200 سال گذشته صهیونیست ها به اجرای یک توطئه شیطانی پرداختند که بتوانند بر رسانه های گروهی جهان مسلط گردند. همان گونه که گفتیم از هنگامی که آیت الله خمینی و پیروانش حکومت را در ایران به دست گرفتند احتیاط بسیار کردند که اندیشه های یهود ستیزانه خود را در لوای مخالفت با سیونیزم و اسرائیل بیان دارند. یکی از موضوعهایی که در این رابطه بارها در رسانه های گروهی حکومت اسلامی مطرح گردیده عضویت شماری از یهودیان ایران و جهان در تشکیلات فراماسونری بوده است. روزنامه جمهوری اسلامی در 17 ژوئیه 94 از جمله نوشت نیست کسی که نداند فراماسونری را صهیونیست ها به وجود آوردند و هدف از آن عملی کردن نقشه هایشان در سراسر جهان بوده است. کلوپ روتاری نیز که یک بنیاد اجتماعی و دارای هدف های نیکوکارانه است در رسانه های گروهی حکومت اسلامی سازمان معرفی گردید که توسط سیونیست ها برپا شده و برای اجرای هدف های آن تلاش می کند. روزنامه کیهان تهران در سلسله مقالاتی تحت عنوان دزدان با چراغ همه اعضای روتاری ایران خواه یهودی و غیر یهودی را صهیونیست توصیف کرد و از جمله درباره آقای روح الله نهایی نوشت روح الله نهایی یکی از 10 کلان سرمایه داران روزگار محمد رضا پهلوی و نماینده مهمترین سازمان های بین المللی در ایران بود و او خود را پدر صنعت بیمه و بنیانگذار این صنعت در ایران می دانست. در ادامه این سلسله مقالات زنده یاد حبیب الغنایان نیز به عنوان یکی از دزدان با چراغ در مزان افترا و تهمت قرار گرفت و روابط او با اسرائیل به عنوان یک جرم نابخشودنی توصیف شد و از جمله بخشی از گزارش ساواک که در دادگاه او عنوان گردیده بود نقل شد که در آن آمده است آقای حبیب الغنایان که از نعم و مزایای این کشور بیش از هر فرد ایرانی استفاده برده و میبرد کشور اسرائیل را سرزمین اصلی خود دانسته و اصولاً سرزمینی که در آن به دنیا آمده و در آن بزرگ شده و از آن استفاده سرشار برده و میبرد برایش اهمیت ندارد و همیشه خود را وابسته به اسرائیل میداند. کیهان تهران 15 سپتامبر 97. البته معلوم نیست که آیا واقعاً این جملات
از گزارش ساواک نقل شده و یا همان گونه که در برخی روزنامه‌های حکومت اسلامی ایران رسم است که حتی نامه آیت الله خمینی خطاب به آیت الله منتظری رو در این روزها جعل می‌کنند و تحریف می‌کنند و تغییر میدن که ازش بهره برداری‌های سیاسی بکنند، معلوم نیست که این جملاتی که ظاهراً به نقل از گزارش ساواک من در اینجا خوندم واقعاً در گزارش ساواک نوشته شده بود و یا جعل و تحریف روزنامه‌های محترم و با ارزش حکومت اسلامی ایران است. در سلسله مقالات پیرامون روتاری، بسیاری از ایرانیان غیر یهودی نیست که در این انجمن فعالیت داشتند صهیونیست لقب گرفتند، که از جمله آنانند آقایان حمید خواجه نصیری که بهایی معرفی گردیده، هرمز ثابت و عزت الله متوجه و خانم پری عباسلطی. و این مطلب مربوط به خانم عباسلطی در آخرین بخش سلسله مقالاتی هست با نام نگاهی از سر تأمل به برخی از روتاریان ها، نوشته مصطفی روزبهانی. یکی از موضوع هایی که در رسانه های گروهی حکومت اسلامی درباره یهود عنوان می شود فاجعه قتل 6 میلیون نفر یهودی در جنگ جهانی دوم است، که در این رابطه حتی واژه غربی هولوکاست رو به کار می‌برند و تز اساسی در این افترانامه‌ها آن است که 1. واقعیت قتل 6 میلیون نفر یهودی صحت ندارد. در این رابطه می‌توان به عنوان مثال به سلسله مقالات فردی به نام سینا وحید در کیهان تهران مراجعه کرد که در فوریه 94 تحت عنوان تاریخ، فرهنگ و اندیشه انتشار یافت. این ادعا در 18 سال گذشته بارها و بارها در رسانه‌های گروهی حکومت عنوان شده، که یک نمونه دیگر آن مقاله اساسی چند ماه پیش روزنامه جمهوری اسلامی است که تحت عنوان نسل کشی یهودیان اروپا یک دروغ بزرگ است، به مقاله یک دانشگاهی آمریکایی به نام پروفسور آرثور بوتس یا بوتس از دانشگاه نورث وسترن در ایالت ایلینویز استناد کرده و نوشته است از نظر آماری در قلمرو حاکمیت هیتلر در دوران جنگ دوم اساساً 6 میلیون نفر یهودی وجود نداشته است. 2. صهیونیست‌ها هستند که چنین دروغی را رواج می‌دهند تا به بهره‌کشی‌های سیاسی و مالی در سطح بین‌المللی بپردازند و جنایات خیش را در تشکیل حکومت اسرائیل و علیه ملت مسلمان فلسطین موجه جلوه دهند. در این راستا همان روزنامه در مقاله سیاسی خود افزود صهیونیسم بین الملل به عنوان پدرخوانده یهودیان هر جا که توانست جنایت کرد و به شیوه های تروریستی متوسل شد تا به هر طریق ممکن به گسترش قلمرو حاکمیت پلید خود بپردازد. به علت کمبود وقت به آوردن این نمونه اکتفا میکنم، گرچه روزنامه های حکومت اسلامی در طول سالها بارها و بارها این اتهام سخیف را تکرار کردند. ممکن است برخی از روی سادگی و یا سوء نیت بگویند که همه نمونه هایی که تاکنون آورده شده حمله علیه سیونیز بوده و آنان یهودیان را منظور نداشتند، ولی مجموعه مطالب نشان می‌دهد که آنها تنها از نظر تاکتیکی ترجیح دادند که به جای یهودی واژه صهیونیست را به کار برند. به چند نمونه دیگر توجه فرمایید. هفته‌نامه کیهان هوایی با نقل دوباره سلسله مقالات مصطفی روزبهانی که پیشتر از اون نام بردیم با تیتر درشت چنین می نویسد در یکی از پروتکل های یهودی صهیونیستی آمده است، پروتکل های یهودی صهیونیستی آمده است، ما عقاید دینی را ریشه کن خواهیم کرد در تمام کشورهای بزرگ
ما مطالب مسموم خود را به وسیله نویسندگان و شاعران معروف آن کشور به مردم تزریق می‌کنیم. در واقع این اتهامات سخیف تکرار همان افتراهای جنایتکارانه آلمان هیتلری است که هدف آن آماده ساختن مقدمه کشتار 6 میلیون نفر یهودی بود. به نمونه دیگری توجه کنیم. ماهنامه امام که چند شماره آن توسط سفارت حکومت اسلامی ایران در لندن انتشار یافت، در مقدمه مقاله‌ای که در معرفی پروتکل مشایخ صهیون آورده بود چنین نوشت، ببخشید اگر تلفظ انگلیسی من خوب نیست: All through history, Zionism has been the perpetual enemy to Islam. According to the Holy Quran, the religion of man is to be Islam. Then, as Imam Khomeini says, Zionism is an enemy of humanity. در تمام طول تاریخ صهیونیسم دشمن دائمی اسلام بوده و بر حسب قرآن مجید مذهب انسان باید اسلام باشد و همان گونه که امام خمینی فرمودند صهیونیسم دشمن بشریت است. تکرار میکنم، این برای من واقعا شوکه آور بود این مطلب. در طول تمام تاریخ صهیونیسم دشمن دائمی اسلام بوده است و بر حسب قرآن مجید مذهب انسان باید اسلام باشد و همان گونه که امام خمینی فرمودند صهیونیسم دشمن بشریت است. نشریه امام، چاپ لندن، فوریه 84، شماره ویژه. و باز به پیروی از همین شیوه و با نادیده گرفتن این واقعیت که صهیونیسم سیاسی تنها در قرن 19 و آن هم با الهام گرفتن از جنبش‌های ناسیونالیستی اقوام اروپا که هر یک خواهان به دست آوردن استقلال سیاسی و فرهنگی بودند به وجود آمد، و این واقعیت که رؤیای 2000 ساله یهودیان برای بازگشت به سرزمین پدری همیشه جنبه مذهبی داشته و فاقد جنبه‌های عملی بوده، در رسانه‌های گروهی ایران بارها و بارها از صهیونیسم به عنوان یک پدیده چند هزار ساله نام برده می شود و جای تردید نمی گذارد که نویسندگان این مطالب در واقع یهود را منظور داشتند و لا غیر. به این نمونه نیز توجه کنید: بر هیچ مسلمانی پوشیده نیست که صهیونیسم و به ویژه پیشوایان و اخبار آنها از دشمنان شماره یک اسلام بوده و هستند، چرا که در طول تاریخ از صدر اسلام آنگاه که رسول اکرم به پیامبری مبعوث شدند تا عصر حاضر یهودیان به طرق مختلف کینه خیش را نسبت به اسلام و مسلمانان نماینده و با استفاده از شیوه های گوناگون حرمت پیامبر گرامی اسلام را شکستند. تنها فرقی که بین این دیدگاه و نوشته آیت الله خمینی در کتاب ولایت فقیه وجود دارد آن است که در ابتدای جمله به جای واژه یهود واژه صهیونیسم را به کار برده است، و در روزنامه رسالت در ستون پرسش‌ها و پاسخ‌های دین‌پژوهی در جواب این سوال که ما مسلمانان با چه دیدی باید به غیر مسلمانان نگاه کنیم می‌خوانیم: از نظر اسلامی اهل ذمه و اهل کتاب مجازند بر طریقه خود بمانند و در حکومت اسلامی زندگی کنند و آداب و احکام خود را داشته باشند، اما این بدان معنا نیست که اسلام دین مسیحیت و یهود را حق می شمارد و به پیروان خود اجازه می دهد که از دین اسلام خارج شوند و به هر یک از آن ادیان که می خواهند متدین گردند، بلکه اسلام پیروان ادیان دیگر را در حال حاضر مصداق مستضعف فرهنگی تلقی می کند. مستضعف فرهنگی، نمیدونم معنی چی. وقت ما تمام شد و فرصت نکردیم به مطالبی از رسانه‌های
گروهی حکومت اسلامی بپردازیم که در آنها مستقیماً یهود و همچنین یهودیان ایران مورد افترا و حمله قرار گرفتند. بناچار به یک نمونه بسنده می‌کنیم. در مقاله‌ای با عنوان هنر صهیونیان که در تاریخ 2 آبان 64 در روزنامه جمهوری اسلامی انتشار یافت، فردی با نام مستعار امیر توکل کامبوزیا از جمله این صفات را به یهودیان نسبت داد: دشمن بشریت، شیطان مجسم، اهریمن، نیرنگ باز و مهملات دیگر از این قبیل، و افزود با این کم و کیف که مشاهده فرمودید بشریت ناگزیر است برای این قوم یک مهار شدیدی را تهیه کند. البته مشاهده فرمودید که هیتلر برای نابودی آنان از هیچ گونه اقدامی که میتوانست مضایقه نکرد و حدود 6 میلیون نفر مردمان یهود را نابود کرد. دوباره سپاسگزاری میکنم از برپا کنندگان این گرد همایی علمی و توصیه میکنم که این نوشته ها و این افتراها دست کم گرفته نشود و بیم دارم که در آیندهی نچندان دور شاهد رویدادهای ناگوارتری در این زمینه باشیم. سپاسگزارم. آقای منشی امیر، خیلی ممنونم از شما. ما مقداری از زمانی که برای از فرصتی که برای سخنرانی گذاشته بودیم یه مقدار عقبیم از زمانمون. 15 دقیقه برای سوال و جواب و تلفظ اینها گذاشته بودیم که اگر که اجازه بدین برنامه امروز رو به 2 سوال بسنده بکنیم، تلفظ رو هم حذف بکنیم و بعد از 2 سوال بپردازیم به سخنرانی دوم. سوال اول رو مثل این که خانم کامران خواسته. من یه سوال کلی دارم که سوال من خیلی کلیه، میخوام ببینم با نتیجه گیری از این سخنرانی و تمام تحقیقاتی که شما فرموده بودین وضع یهودیان رو در ایران امروز چطور میبینید؟ و اونها با اینکه ظاهراً الان دارن اونجا زندگی میکنن و اگرچه ما میدونیم با چه حقارتی، ولی اصولاً از نظر کلی وضعشون چطور هست؟ چطور میبینید؟ من تو 3 دقیقه نمیتونم به این سوال جواب بدم، ولی فهرستوار. اولا من نتیجه گیری نکردم به خاطر اینکه دلم میخواد که شما نتیجه گیری بکنید، ولی سوالی که فرمودید من 2 نکته رو میخوام بگم. من الان چند ساله که گزارش سالیانه آنتیسمیتیزم رو در یکی از نشریات تحقیقاتی انگلیسی زبان چاپ لندن مینویسم و خانومی که از تهران، یه خانم روزنامه‌نگار آمریکایی که از تهران دیدن کرده بود، آمد و به من گفت منشه رفتم دیدم خیلی خوب زندگی میکنن، تو چی میگی اصلا؟ از هر کی پرسیدم گفت ما خیلی راضی هستیم اینجا. ولی این جواب منو قانع نکرد. خانم من نگرانم به دو علت. یکی این که همونطور که دیدید ایدئولوژی رژیم وجود مذاهب دیگر رو نفی میکنه. دوم، اون چی که امروز در ایران میگذره باعث نگرانی من است. من کاری به نزاع بین آیت الله منتظری و آیت الله سید علی حسینی خامنه ای ندارم، به من مربوط نیست، ولی تجربه 2000 سال تاریخ ثابت کرده که هرگاه یک حکومت مرکزی مقتدر وجود داشته یهودیان کم و بیش در امنیت زندگی کردند و اون حکومت مقتدر در دوران آیت الله خمینی برقرار بود در ایران. ولی امروز یا فردا اگر حکومت متزلزل بشه و جنگ داخلی درگیر بشه و نبرد قدرت باشه، اون موقع من نگرانم که یهودیان ایران به خطر بیفتن. نکته دوم یا در واقع سوم، متاسفانه ایران و اسرائیل در خط یک درگیری
به طرف هم دارن پیش میرن و خدای نکرده اگر این درگیری جنبه استکاک نظامی یا برخورد خشونتبار به خودش بگیره، وضع یهودیان ایران به خطر میفته. عامل چهارم، امید و آرزو و خیال و هدف نهایی حکومت اسلامی در ایران برپایی حکومت برحق اسلامی مذهب شیعه اثناعشری است. بنابراین طبعاً اقلیت‌های مذهبی دیگر رو قبول ندارن و حتی مذهب سنی رو نمیپذیرن. بنابراین تمام کوشش رژیم مصروف این خواهد بود که همه رو ببره به طرف اون کانون و اون نقطه مرکزی که هدفش هست. نتیجه من نگرم. سوال دوم آقای بیژن خلیلی. اولا با تشکر از شما جناب امیر، دومی که به این مسئله اعتراض کنم که 45 دقیقه سخنرانی شما دیر شروع شده و این پرسش و پاسخ وقتش کمه. سوم این که اجازه بدین معذرت میخوام. به من فرصت دادن که ما به فرصت سوال و جواب رو داریم. اشاره کردن که داریم. بفرمایید. بسیار خوب. سوم مطلبی که یعنی سوال میخواستم ازتون بکنم اینه که واکنش توده ها در رابطه با مسائلی که در رسانه‌های گروهی ایران منعکس میشه چیه؟ اشاره میکنم به واکنش توده ها در شیراز علیه بهایی ها در قبل از یعنی در شروع انقلاب که خانواده فهندج رو مثلا از بین بردن، واکنش توده ها در این 18 سال چه بوده در ایران در رابطه با رسانه های گروهی؟ و آیا رادیو اسرائیل، رادیو فارسی اسرائیل تونسته این واکنش ها رو جهت هاشو عوض بکنه یا نه؟ آیا نظرتون اینه که رادیو فارسی اسرائیل نقشش در این 30 ساله گذشته چه بوده در رابطه با مسائل داخل ایران و واکنش های توده‌ای در ایران؟ متشکرم. من اگه یادم رفت بهم یادآوری بکنید، چون شما چند تا مطلب رو مطرح کردید. مطلب اول رو بگید. در مورد واکنش توده های مردم ایران نسبت به مطالب یهود ستیزانه، من واکنش یهودی ها رو براتون میگم. من چون من هم ضبط میکنم خاطرات و افکار و گفته های افرادی رو که از ایران میان، آقای الان 5 ماه از ایران آمده، ازش پرسیدم، گفتم که حکومت کنونی ایران بسیار یهود ستیزه. گفت نه آقا چه یهود ستیزی، با ما کاری ندارن. گفتم ولی روزنامه های تهران پر مطالب ضد یهودیه. من فقط حتی اون چیزی رو که تو یاد داشتم نوشتم تو سخنرانی امروز به علت کمی وقت همشو نخوندم. من یه پرونده قطور دارم. گفتم آقا این همه، بیا من 2-3 تاشو همطوری بهت نشون بدم. گفت نه آقا ما اینا رو ندیدیم اصلا. نتیجه که میخوام بگیرم که اگر یهودی ندیده جز سران قوم، مسلماً مسلمان هم ندیده، یا اگر دیده از کنارش رد شده. در مورد اینکه در 18 سال اخیر شهروند ایرانی نسبت به یهودی چه احساسی داشته، خیلی متغیر بوده. یعنی احساس شهروند ایرانی نسبت به یهود و یهودیت وابستگی به جریانات سیاسی روز داشته. در دوران انقلاب یهود ستیز بودن، در دوران بعد از انقلاب این به تدریج داره معکوس میشه، تا حدی که در اصفهان حدود 5-6 سال پیش شایع شد که آیت الله خمینی یهودی بوده. نمیدونم حالا این جوک واقعا میخواستن جوک بگن یا این رو برحال، من میدونم چرا این شایعه رو چیز کردن. در نطقی که آیت الله خمینی در مسجد اعظم قم ایراد کرد در سال 1963، گفت ما رو بردن ساواک، گفتن که راجع به 3 موضوع صحبت نکنید و از جمله روابط اسرائیل با ایران. آقا مگر شاه یهودیه؟ مگر خون یهودی در رگ‌های شاه هست؟ مگر مادر شاه یهودی بوده؟ این نطقی است که توجه بکنید 1963 که حمله به شاه و بی احترامی به شاه یک تابو بود، میاد خمینی میگوید که آیا شاه یهودی بوده. همین رو من تصور میکنم که
در حدود 5 سال پیش خواستن برگردونن به خود خمینی. یعنی شما انقدر به ایران و کشور و دین اسلام لطمه زدید که در واقع ممکنه یهودی بوده باشید. من تصور میکنم که امروز مردم ایران از سطح فرض بفرمایید دیپلم به بالا اینها سمپاتی دارن نسبت به یهود و مسلماً خیلی زیاد سمپاتی دارن نسبت به کشور اسرائیل و شاهدش نامه هایی است که از ایران برای ما میاد و پیام هایی است که از ایران در پیامگیر ما در ایالات متحده ضبط میشه. میدونید که از ایران نمیشه مستقیم به اسرائیل تلفن کرد. ما یه پیامگیر در یوستون داریم که به اونجا زنگ میزنن و پیام میذارن و مملو از یهود پرستی هست. این که آیا رادیو اسرائیل در 18 سال گذشته تونسته سمپاتی ایجاد بکنه نسبت به یهود و یهودیت و اسرائیل یا نه، هیچ معیاری من ندارم در دست که قضاوت بکنم، ولی با کمال اطمینان میتونم بگم اونهایی که شنونده ما هستن و ما با ما به نحوی تماس گرفتن اسرائیل پرستن و یهود دوستن و بسیار به کشور اسرائیل و به اون خدماتی که رادیو اسرائیل انجام میده احترام میذارن. عذر میخوام قبل از شما آقای دکتر ویلیام رویس وقت خواستن، بعد میکروفون میدیم خدمت شما. خیلی متشکرم. روشنه؟ صدای من میشنوی؟ خیلی خوب. حرف شما خیلی جالب بود برای من. حرف شما خیلی جالب بود برای من آقای امیر. ولی خواستم دیگه این تاریخ شفاییه، میخوام از یه یادهایی که دارم از اون موضوع صحبت کنم، بعد سوال دارم. من موقعی که ایران بودم بیشتر بین مثلا 68 میلادی تا 72، همون موقع 72، اون 68 که شما گفتی که اومدن اسرائیل در قزوین و اونا، قزوین که نگفتی، اونجا خیلی چطوری بگم ایماج مثبتی برای کلیمین در حسنه های گروه، بله، و در هم در میان مردم، بله. بعد بازم پیشرفتی که یه چیزی نفرمودی، پیشرفت هایی که اسرائیل در مورد در کار پزشکی کرده خیلی واسه احترام کلمیانو، بله، اسرائیل رو بله. پیشرفت پزشکی و فرهنگی و سمتیش، بله، رو تحسین میکرد. ولی بین سال 70 و 72 یک کتاب یادم است، چند از بچه ها اونجا تو دانشگاه پهلوی بودن، اینم یادشون هست یا نه، ولی یک کتابی بود غیر از روزنامه ها و فلان که یکی نوشته و یادمه، عکساش خیلی یادمه، که همش عکس زدن فلسطینیان بود از طرف سربازای اسرائیلی. و این کتاب واقعاً یک چطوری به یادمه یک آثار خیلی منفی داشت، هم برای کلمیان ایرانی و کلمیان آمریکا همه. و یادمه تو دانشگاه پهلوی اون موقع شیراز امروزی، یادمه بچه های اسلامی این کتابو نشون دادن، یادت آقای منظورحق، اینو نشون دادن به بچه ها و خیلی چیزی ناراحت کننده بود. و خواستم از شما و کسی جواب درستی هم خیلی سخت بود. این کتاب میدونید چه کتابی میگم؟ نه من اون کتاب رو ندیدم، ولی روی هم رفته من در مقدمه سخنرانیم گفتم که مطالب یهود ستیزانه یا یعنی چهره یهودی و اسرائیلی در روزنامه ها تا حدود زیادی با سیاست حکومت های وقت ارتباط داشت. در نظر بگیریم که سال 1973 شکست اسرائیل در جنگ یوم کیپور بود، بله، و آغاز تغییر سیاست شاه نسبت به اسرائیل و مسئله فلسطین بود. در واقع از سال 73 تا 78 ما شاهد این بودیم که روابط اسرائیل و ایران کم کم داشت تیره می شد و شاه بیشتر به طرف کشورهای عرب می رفت. بنابراین بسیار طبیعی است که مطالبی که
در روزنامه‌های ایران چاپ می‌شد بیشتر جنبه ضد اسرائیلی داشت. این یکی. دوم این که از سال 1970 آیت الله خمینی در نجف مقیم بود و تبلیغاتش رو شروع کرده بود و این مطالب خمینی به ایران میرسید و از اون دوره به بعد مطالب بسیار یهود نه یهود ستیزانه مطالب ضد اسرائیلی در خفا به صورت کتاب، به صورت جزوه، به صورت شبنامه در ایران منتشر میشد. من در سخنرانی خودم تلاش کردم که چون موضوع یهودی هست و این کنفرانس یهودی هست وارد مطالب مربوط به اسرائیل نشم و اون چرا که درباره اسرائیل گفتم در رابطه با سیونیسم و یهودیت بود. حرف شما کاملا درسته. از دهه 70 ما شاهد تغییر سیاست شاه ایران بودیم نسبت به کشور اسرائیل و مسئله فلسطین. جناب آقای منشمی، برادر خانم من 2 ماه پیش از ایران اومده، رفته اتریش و در حدود 20 روزه که اومده اینجا. وقتی باش صحبت میکنیم که وضع شما و رفتار مسلمان ها نسبت به شما چجوره، میگید خیلی مهربان، خیلی خوب با ما رفتار میکردن، حتی ایشون مغازه در بازار داشت و میگفت که همیشه احترام میذاشتن به ما که شنبه ها میبستیم، روزا عیاد میبستیم، در خارج از بازار هم با ما خوش رفتاری میکردن و فعلا به نظر اون گفت برادر خانم، به نظر من در حال حاضر هیچ ناراحتی برای بین ما وجود نداره، بین مسلمان ها کلمی ها مضافن. وقتی که ملت از اینا ناراضی هستن محبت اینها بیشتر به ما جلب شده و میگن، شما مثال میزنن، میگه اگر از یهودیان مثل هایب الغایان نایان و امثال اون 10 تا کشتن، شما ببینید چندین هزار تاله مسلمون کشتن با جهت یا بی جهت. و اینی که من ناراحت نیستم، فامولای من هم هنوز در ایران هستن و هیچ ناراحتی ندارم. بله، من این حرف رو کاملا تایید میکنم که هر اندازه که مردم ایران، و این توضیح بیشتری در پاسخ پرسش شما هست، هر اندازه که ملت ایران بیشتر از رژیم زده میشه، محبتش نسبت به یهودیان و دلبستگیش نسبت به کشور اسرائیل افزایش پیدا میکنه. ولی وای به وقتی که برعکس بشید. بله کاملا. خانم آقایان خواهش میکنم، ما چون فرصت پرسش و جوابمون تموم شده، خواهش میکنم که 10 دقیقه تنفس رو الان اعلام میکنیم و بعد تشریف بیارین در سالن که به سخنرانی خانم دکتر لیابه گوش بکنیم. سپاسگزارم.